سلام عرض می‌کنم خدمت همتون. خوش آمدید به خانه خداوند. توی موقعیتی که بیرون توی طبیعت هستیم، خدا رو شکر باز بد نیست که در طبیعت کلام خدا رو بخونیم و یاد بگیریم. اوکی، با آیه حفظی شروع می‌کنیم دوستان. اشعیا باب 61 آیه 8. به احترام کلام خداوند بایستیم. اشعیا باب 61 آیه 8: زیرا من که یهوه هستم، عدالت را دوست می‌دارم و از غارت و ستم نفرت می‌دارم و اجرت ایشان را به راستی به ایشان خواهم داد و عهد جاودانی با ایشان خواهم بست. بریم سراغ کتاب مقدس، انجیل متی باب 26 رو لطفاً باز کنید و آیه 57 تا 68 رو با هم بخونیم. یه آیه من میخونم و آیه دوم لطفاً کمک کنید که با هم بخونیم. متی 26 آیه 57 تا 68. اگه باز کردید لطفاً بلند شین، به احترام خداوند و کلام خداوند بایستیم و با هم بخونیم. بچه‌ها دارن بازی میکنن توی طبیعت، دارن لذت میبرن از این طبیعت زیبا. خدا رو شکر برای استرالیا، زمین سرسبزیه، همیشه بارون هستش، خداوند برکت داده به این زمین، خدا رو شکر. اوکی، متی 26 آیه 57 تا 68: محاکمه در حضور قیافا، که عیسی مسیح رو محاکمه کردند. اوکی، من میخونم آیه 57 تا 68: و آنانی که عیسی را گرفته بودند و او را نزد قیافا رئیس کهنه، جایی که کاتبان و مشایخ جمع بودند، بردند. اما پتروس از دور در عقب او آمده به خانه رئیس کهنه در آمد و با خادمان بنشست تا انجام کار را ببیند. پس رؤسای کهنه و مشایخ و تمامی اهل شورا طلب شهادت دروغ بر عیسی می کردند تا او را به قتل رسانند، لیکن نیافتند. با آنکه چند شاهد دروغ پیش آمدند، هیچ نیافتند. آخر دو نفر آمده گفتند: این شخص گفت می توانم هیکل خدا را خراب کنم و در سه روزش بنا نمایم. پس رئیس کهنه برخواسته بدو گفت: هیچ جواب نمی دهی؟ چیز که اینها بر تو شهادت می دهند. اما عیسی خاموش ماند تا آنکه رئیس کهنه روی به وی کرده گفت: تو را به خدای حی قسم می دهم، ما را بگو که تو مسیح پسر خدا هستی یا نه. عیسی به وی گفت: تو گفتی و نیز شما را می گویم، بعد از این پسر انسان را خواهید دید که بر دست راست قوت نشسته بر ابرهای آسمان می آید. در ساعت رئیس کهنه رخت خود را چاک زده گفت: کفر گفت، دیگر ما را چه حاجت به شهود است؟ الحال کفرش را شنیدید، چه مصلحت می‌بینید؟ ایشان در جواب گفتند: مستوجب قتل است. آنگاه آب دهان بر رویش انداخته او را سیلی می‌زدند و بعضی سیلی زده می‌گفتند: ای مسیح به ما نبوت کن، کیست که تو را زده است؟ خدا برکت بده برای خوندن کلام. بیایید دعا کنیم و با دعا شروع کنیم. خدایا تو رو شکر می‌کنیم برای امروز که روز خداست و میتونیم خداوند جمع بشیم و تو رو پرستش کنیم. ای عیسی خداوند، تو رو جلال میدیم، تو رو شکر میکنیم برای فدیه‌ای که روی صلیب برای ما انسانها دادی تا بتونیم از گناهان پاک شده فرزندان تو بشیم. سپاسگزاری میکنیم خداوند برای این عزیزانی که امروز حضور دارند. تو رو شکر میکنم برای اون کسایی که مخصوصا تازه ایمان آوردن و میخوان همین امروز تعمید بگیرند. خداوند بهشون برکت بده و کمک کن بتونن همواره خداوند در ایمان رشد پیدا کنند و بتونن شبیه تو بشن. ای پدر برکت بده به کلامت در این لحظه و کمک کن بتونم پیام رو خداوند با حکمت تو موعظه کنم، در نام عیسی مسیح، آمین. خیلی ممنون، بفرمایید بشینید. پیام امروز عنوانش است عدالت و انصاف. عدالت و انصاف که معنی عدالت یعنی برابری، یعنی مساوات، یعنی اون چیزی که خداوند در عهد عتیق شریعتش داد، که گفت چشم بر عوض چشم، دندان به عوض دندان. اگه کسی چشم کسی رو کور کنه بکنه، شما چشمش رو بکنید. اگه کسی گاوتون رو بزنه پاشو خرد کنه، گاوشون رو بزنید
کوردش کنید. عدالت یعنی مساوی، باید انتقام بگیرید، باید حقتون رو بگیرید. این عدالت یعنی برابری. کسی بخواد آدمی رو بکشه باید کشته بشه. و اکثر دنیا شریعت که خداوند به بنی اسرائیل داد، که اولین بار این قوانین رو خداوند احکام رو داد به بنی اسرائیل، اینا انجام میدادن و همه امت‌ها شروع کردن به یادگیری دیدن یهودی‌ها چقدر قانون خوبی دارند، چقدر مساوات هستش، عدالت از خوششون اومد و شروع کردن همه دنیا به کپی برداری از قوم یهود، که حتی همین امروز در اکثر دنیا این قوانین در دادگستری‌ها و دادگاه‌ها اجرا میشه. پس عدالت یعنی برابری، مساوات و انصاف. انصاف بیش از عدالت. انصاف همون فیضی که خداوند در عهد جدید به ما داد. انصاف یعنی نگاه میکنی یه شخصی میبینی ناتوانه. به عنوان مثال حساب کنید یه شخصی درآمد خوبی نداشته باشه، فقیر باشه و یهو شیرش خراب بشه، شیر خونش، و آب نداشته باشه و نیاز داره که لوله کش بیاره که شیرشو درست کنه، و میره یه لوله کش میگیره، میاد تعمیرش میکنه، و لوله کش چون تخصص داره نگاه میکنه، اگه حساب کنید اگه طبق اون تخصصی که داره اگه ازش پول بگیره شاید خیلی باشه، و میبینه که این مرده ناتوانه و نمیتونه بده، بعد یه تخفیفی بهش میده، میگه اوکی میبینم، میدونم که شما نمیتونید این همه پول رو پرداخت کنید، از شما فقط پول لوله رو، اون چیزی که هزینه کردم اون رو فقط ازتون میگیرم، و اون میگه خدا بهت برکت بده. واقعا خوشحالش میگه. اینو بهش میگن انصاف، یعنی فیض، یعنی اون چیزی که در توان ما نیست. در عهد جدید خداوند به ما فیض داد. خداوند دید که ما علیهش گناه کردیم و نمیتونیم جبران کنیم، نمیتونیم، و باید گناهان رو پرداخت کنیم و تا ابد مجازات بشیم. خداوند دید که انسان ناتوانه، گفت اوکی من کاری میکنم که شما نجات پیدا کنید. انصاف و فیض خودش رو داد که عیسی مسیح فرستاد، اومد روی صلیب، فدیه گناهان ما شد که ما بتونیم با انصاف و فیض خداوند نجات پیدا کنیم. دادگستری و سیستم قضایی کشور باید با عدالت انصاف مجرمان را قضاوت کنه، ولی نگاه میکنیم در زندگی عیسی مسیح که آوردن بازداشت کردن، بازخواست کردن ازش و خواستن که قضاوت کنند، محاکمه کنند، نه عدالت رعایت شد نه انصاف، هیچ کدوم رعایت نشد، برابری نبود. چون عیسی مسیح چه کار خلافی کرده بود که عیسی مسیح بگیرن مصلوبش کنن؟ آیا کسی رو کشته بود؟ آیا دزدی کرده بود عیسی مسیح؟ هیچ کاری نکرده بود عیسی مسیح. حتی میگه شاهدان را آوردن که یه اتهامی بهش بزنن، میگه هیچ نیافتن، کسی نبود که اتهام کنه عیسی مسیح. چرا؟ چون کار خلافی نکرده بود، اشتباه نکرده بود. و انصاف چی؟ انصاف هم نداشتن، که اگه عیسی مسیح حتی خلاف میکرد، اگه کار اشتباهی میکرد، باید اینا که یهودیا، مذهبیا، فریسیان و کاتبان که بسیار مذهبی بودند و ادعا میکردند که مؤمن هستند، خدا پرست هستند، باید یه انصافی در دلشون میبود. میومدن میگفتن اوکی این سری اشتباه کرده، عیسی مسیح رو میفرستیم بره آزاد بشه، اشتباه کرده. نه انصاف رعایت شد، نه عدالت رعایت شد. در واقع میخونیم در آیه 57 و 58 میگه آنانی که عیسی را گرفته بودند او را نزد قیافا رئیس کهنه، جایی که کاتبان و مشایخ جمع بودند، بردند. اگه نگاه کنید در آیه های گذشته، نصف شب عیسی مسیح در نیمه شب یعنی 12 شب بود، رفت توی باغ جتسمانی و اونجا دعا میکرد. بعد از اینکه یکی دو ساعت دعا کردن، حدودا ساعت 2-3 صبح بود، اومدن سربازا ریختن، عیسی مسیح گرفتن و بردن خونه رئیس کهنه، که ساعت 2-3 نصف شب یا صبح عیسی مسیح بازخواست کردن، محاکمه کردن. آیا این درسته که خارج از ساعت اداری عیسی مسیح رو، کسی رو محاکمه کنی؟ خارج از ساعت اداری که نمیتونستن این کار رو بکنن. یعنی نه عدالت رعایت شد، نه انصاف. و همچنین معمولا کسی که یهودی ها محاکمه میکردن، میبردن توی معبد، توی خانه خداوند و محاکمه میکردن شخصی رو.
ولی بردن میگه سراغ قیافه رئیس کهنه. رفتن خونه رئیس کهنه که اونجا در تاریکی در خفا عیسی مسیح رو محاکمه کنند. نه عدالت رعایت شد، نه انصاف رعایت شد در حق عیسی مسیح. و در متا میخونیم دای آیه 26 باب 26 آیه 57 تا 58 راجب کاهن اعظم نوشته که در سال 6 تا 15 میلادی حنا کاهن اعظم بود و بعد از این قیافا که داماد حنا بود از سال 18 میلادی تا 36 میلادی به سمت کهانت برگزیده شد. یعنی زمانی که عیسی مسیح زندگی میکرد، زمانی که عیسی مسیح مصلوب شد، قیافا رئیس کاهن بود و رومیان که حمله کردند به اورشلیم و مسلط شدن بر شهر اورشلیم، این قیافا رو خودشون برگزیدن تا کاهن اعظم باشه، در خانه خداوند خدمت کنه و این کاهن اعظم مسلماً باید اون کارهایی را انجام میداد که رومیان میخواستند و دین از سیاست جدا بود. اینا باید به کار خداوند مشغول می بودند و کاهنا تا آخر عمر باید خدمت میکردن، نمیتونستن بازنشست بشن. ولی رومیان میومدند میگفتن اوکی تو امروز کاهن شدی، و هر موقع خوششون نمیومد از این کاهن میگفتن برو، یکی دیگه میآوردن. یعنی اون سمتی که خداوند بهشون داده بود کاملا نجس کردن رومیان، و این کاهنا هم خب همدست شدن با رومیان. یعنی کاهنایی بودن که کاهنان دروغین بودن، نه واقعی. و بعد میبینیم که جلسه رسمی برگزار کردن که به عیسی مسیح ظلم کنن. در آیه 59 تا 61 میخونم، میگه پس رؤسای کهنه و مشایخ و تمامی اهل شورا طلب شهادت دروغ بر عیسی میکردن تا او را به قتل رسانند، لیکن میگه نیافتند. خدا رو شکر این شهادت عیسی مسیحه که هیچ شهادت دروغین، هیچ اتهامی نتونستن پیدا کنند که به عیسی مسیح نسبت بدن. چرا؟ چون عیسی مسیح همیشه محبت میکرد، حتی به کسایی که گناهکار بودن، به باجگیران مثل متا، مثل فاحشه مریم مجدلیه کمک کرد، بهشون گناهانشون رو بخشید، نجاتشون داد، هیچ کار خلافی نکرد. یعنی این شهادت عظیمی که عیسی مسیح داشت، محبتی که داشت، کسی نتونست بهش اتهام بزنه که بگه آه من دیدم این شخص فلان فحشو داد یا فلان کارو کرد، فلان دزدی کرد، کسی پیدا نشد. و ادامه میدیم، میگه با آنکه چند شاهد دروغ پیش آمدند، چندین شاهد دروغ اومدن شهادت دروغ بدن، هیچ نیافتند. این آخر دو نفر آمده گفتن این شخص گفت. حالا ببینید از چی استفاده میکنه. دیدن هیچ خلافی، جرمی نتونستن پیدا کنند، حالا از دینشون استفاده میکنن، از مذهب استفاده میکنن. میگه گفتن این شخص گفت، یعنی عیسی مسیح گفت، میتوانم هیکل خدا را خراب کنم و در سه روزش بنا نمایم. آها، اینجا یه خورده سخت بود. یعنی برای یهودیا این معبد یا هیکل خداوند بسیار مقدس و یعنی این معبد رو پرستش میکردن، خدا رو پرستش نمیکردن، معبد رو پرستش میکردن. حساب کنید به یه مسلمان بگی که من امروز کعبه رو خراب خواهم کرد، کافی همین رو بگید، یعنی سه سوده شما تیکه تیکه خواهید شد، شما رو میکشن مسلمونا. و دقیقا همون چیزی بود که بر علیه عیسی مسیح استفاده کردن. و عیسی مسیح هم اینو گفت هیکل را خراب کنی در سه روز بنا میکنم، ولی راجب معبد عیسی مسیح سخن نگفت. کتاب مقدس میگه این هیکل یعنی بدنمو نابود کنید، در سه روز دوباره بنا میکنم، یعنی بعد از سه روز دوباره این جسد مرده رو، این هیکل مرده رو زنده خواهم کرد. منظورش بدن خودش بود، ولی اینا از اون استفاده کردن، گفتن که عیسی مسیح همچین چیزی میگفت، میگفت معبد خدا رو که سلیمان ساخته، این مکان مقدس رو که ما میای پرستش میکنیم، این میخواد نابود کنه، این بی خداست. همچین اتهامی بهش زدند و این بود که از این استفاده کردن. در تثنیه هم میخونیم باب 19 آیه 15 تا 21 که تا مادس راجب شاهدان دروغین گفته، اخطار داد، گفت کسی که شاهدان دروغین باشه باید تنبیه بشن. در تثنیه 19 آیه 15 تا 21 اینو میخونیم. اما رهبران مذهبی از جمله خود کاهن اعظم کلام خدا را برای پیشبرد اهداف خودش و اهداف خودمحورانه خودش
پیش برد و تحریف کرد کلام خدا رو. دو شاهدان دروغین آمدن و از گفته عیسی مسیح پس استفاده کردند و خواستن که عیسی مسیح رو متهم کنند. و هنگامی که این ادعا زده شد، عیسی خاموش ماند که تا مقدس میگه. در آیه 62 میگه پس رئیس کهنه برخواسته به دو گفت هیچ جواب نمیدهی؟ به عیسی مسیح میگه چیست که اینها بر تو شهادت میدهند؟ اما عیسی خاموش ماند تا آنکه رئیس کهنه روی بر وی کرده گفت تو را به خدای حق قسم میدهم، ما را بگو که تو مسیح پسر خدا هستی یا نه. خاموش ماند عیسی مسیح، که چرا؟ چون پیشگویی بود در اشعیا باب 53 آیه 7 کتاب مقدس میگه مثل گوسفندی که میبرن به ذبح که ذبحش کنند، خاموش ماند عیسی مسیح، حرف نزد. عیسی مسیح اینجا در بازخواستی که ازش این کردند و محاکمه کردند خاموش ماند که این پیشگویی اشعیا باب 53 آیه 7 به تحقق برسه. و همچنین الگوی بسیار خوبی رو برای ما گذاشت که کسی که به ما اتهام میزنه، به ما بدی میکنه، میتونیم مثل عیسی مسیح خاموش باشیم. کتاب مقدس در اول پتروس باب 2 آیه 18 تا 23 رو اگه بخونیم ببینید عیسی مسیح چه الگویی برای ما گذاشت. موقعی که اتهام بهش میزدن، موقعی که بهش ظلم میکردن، مصلوبش کردن، ببینید عیسی مسیح چه شهادتی از خودش به جای گذاشت. اول پتروس باب 2 آیه 18 تا 23 آیه 18 میگه ای نوکران مطیع آقایان خود باشید. ای نوکران منظور اون کسایی که کارگر هستن، مطیع آقایان، مطیع صاحبکار خودتون باشید با کمال ترس و نه فقط صالحان و مهربانان را بلکه کج‌خلقان را نیز. فقط اون صاحبکارتون اگه مهربونه اطاعت نکنید، میگه همه رو، حتی کج‌خلق، کسی که بد رفتاره با اونا هم تا خوبی کنید، مطیع باشید. میگه زیرا این ثواب است که کسی به جهت ضمیری که چشم بر خدا دارد در وقتی که ناحق زحمت میکشد دردها را متحمل شود. به ناحق، به ناعدالتی اگه زحمت بکشید، آزار به شما برسه، اون موقع میگه ثواب دارد. زیرا این ثواب است که کسی به جهت ضمیری که چشم بر خدا دارد در وقتی که ناحق زحمت میکشد دردها را متحمل شود. زیرا چه فخر دارد هنگامی که گناهکار بوده تازیانه خورید و متحمل آن شوید. این میگه چه فخری داره که گناه کنید، دزدی کنید و شما را بگیرن بندازن توی زندان، این چه فخری داره، این شرم‌آوره. اما لکن اگر نیکوکار بوده زحمت کشید و صبر کنید، این نزد خدا ثواب است. اگه شما یعنی کارتون رو درست انجام بدید، برای عدالت، برای نیکویی شما زحمت بکشید، به شما آزار برسه، اون موقع نزد خدا ثواب است. زیرا که برای همین خوانده شده اید، یعنی برای همین، یعنی برای اینکه تحمل کنید این سختی های زندگی رو، برای این خوانده شده اید، چون که مسیح نیز برای ما عذاب کشید و شما را نمونه ای گذاشت. یعنی عیسی مسیح برای شما الگوییه، برای ما نمونه گذاشت چجوری با عذابی که کشید، تا در اثر قدم های وی رفتار نمایید. یعنی مثل عیسی مسیح شما و من هم باید هممون رفتار کنیم که هیچ گناه نکرد. عیسی مسیح میگه هیچ گناه نکرد و مکش در زبانش یافت نشد، حیله نبود در زبانش، دروغ نگفت. چون او را دشنام میدادند، که الان خوندیم که دشنام میدادند، میگفتند که این گفته که هیکل میخواد خراب کنه، شاهدان دروغین آمدند دشنام بهش دادند. میگه چون او را دشنام میدادند دشنام پس نمیداد و چون عذاب میکشید تهدید نمینمود، بلکه خیشتن را به داور عادل تسلیم کرد. یعنی خودش رو به داور عادل، یعنی به خدا، خدای پدر، خودش رو تسلیم کرد. یعنی این درسیه که ما باید مثل عیسی مسیح رفتار کنیم. اگه کسی به ما بدی میکنه، ناعدالتی میکنه، بی انصاف نسبت به ما، حق ما را میخوره، این نفس ما، جسم ما چی میخواد؟ سریع انتقام، فش بده یا دعوا کنه. حتی اگه بعضیاتون اگه قدرتمند باشید یا ورزشکار باشید، میخواین با مش بزنید دهنشون رو خرد کنید. این نفس اینو میخواد. ولی میگه مثل عیسی مسیح، عیسی مسیح برای ما نمونه گذاشت، ولی روح القدس که در ما ساکنه میخواد محبت کنه، میخواد صبور باشه و مثل عیسی مسیح رفتار کنه. میگه چون عذاب میکشید تهدید نمینمود، بلکه خیشتن را به داور عادل تسلیم کرد که خود
گناهان ما را در بدن خیش بردار متحمل شد تا از گناه مرده شده به عدالت زیست نماییم، که به ضربهای او شفا یافته اید عیسی مسیح مضروب شد، مصلوب شد تا ما شفا پیدا کنیم. شفا یعنی چی؟ یعنی اون شفای روحانی، یعنی اون روح بدی که در ما بود، انتقام میخواستیم بگیریم، میخواستیم ناحق توی زندگیمون باشه، بی عدالتی داشته باشیم، بی انصاف باشیم، اینو خداوند میخواد در ما شفا بده، میخواد ما رو روحانی کنه، میخواد روح خودش در ما بریزه تا بتونیم با روح خداوند هدایت بشیم. دوستان، پس باید مثل عیسی مسیح رفتار کنیم. موقعی که بدی کردن به عیسی مسیح، بدی نکرد، دشنام دادن، دشنام پس نداد، انتقام نگرفت، تهدید نکرد عیسی مسیح. و دیدن که عیسی مسیح خاموش ماند و خود رئیس کهنه اومد، سریع خواست که از عیسی مسیح قسم بخواد، تو را به خدای حق قسم میدم، سوگند یاد بده، آیا تو مسیح هستی؟ پسر خدا هستی؟ به ما بگو. قسم برای یهودیا بسیار چیز بزرگی بود، بسیار بزرگ بود، یعنی حتی برای ایرانی هم هستش، به خدا قسم، خدا وکیلی، یا به قرآن قسم میخورم که این کارو نکردم. خیلی قسم برای ما چیز بزرگی هستش، اهمیت داره، و برای یهودی هم همچین اهمیتی داشت. و اومد به عیسی مسیح گفت که تو را به خدای حی قسم میدهم، ما را بگو که تو مسیح پسر خدا هستی یا نه. ببین عیسی مسیح چه جوابی داد. عیسی به وی گفت تو گفتی، یعنی گفت آره، واقعیتو گفتی. بعد ادامه میده که تأیید کنه حرف رئیس کهنه رو، میگه و نیز شما را میگویم، نیز یعنی همچنین، نه تنها مسیح و پسر خدا هستم، میگه همچنین به شما میگویم، بعد از این پسر انسان را خواهید دید که بر دست راست قوت نشسته بر ابرهای آسمان میآید. این چی گفت؟ قیافا میدونی کی بود؟ صدوقی بود، از فرقه صدوقیان بود که به قیامت اعتقاد نداشتند، به حیات بعد از مرگ اعتقاد نداشتند و فکر میکردن که موقعی که انسان میمیره تموم میشه میره. و عیسی مسیح که شروع کرد به قیامت موعظه کرد، گفت بعد از این پسر انسان را خواهید دید که بر قدرت و ابرهای آسمان نشسته بر ابرها میآید. یعنی چی؟ یعنی من میمیرم و بعد بازگشت میکنم برای داوری، بر قدرت، بر ابرها میام، با قدرت و جلال میام برای داوری. اونا به داوری اعتقاد نداشتند و به قیامت، روز قیام بعد از مردگان اعتقاد نداشتند. همین که عیسی مسیح اینو گفت، ببین رئیس کهنه چه واکنشی نشون داد. می در ساعت رئیس کهنه رخت خود را چاک زده گفت کفر گفت، دیگر ما را چه حاجت به شهود است؟ دیگه نیاز به شاهد نداریم اصلا، خودش شهادت داد در میان این همه جمع. الحال کفرش را شنیدید، چه مصلحت میبینید؟ شما چه مصلحت میبینید؟ ایشان در جواب گفتن مستحجب قتل است، باید کشته بشه. عیسی مسیح ادعا کرد که بر میگرده و داوری کنه. رئیس کهنه میگه رخت خودشو چاک زد، در کتاب مقدس ممنوع شده بود که یه کاهن بیاد لباس کاهنی خود را که مثل لباس آخوندا میمونه توی ایران که داشتیم، این همون لباسی که چاک زد، یعنی باز کرد، یعنی انگار از سمت خودش استفاده داد، که همونطور که گفتم تا آخر عمر کاهنا باید خدمت میکردن، حق نداشتن که استفاده کنند یا بازنشست بشن. این که چاک زد یعنی اهانت کرد به خداوند، به اون سمتی که خداوند بهش داده بود، و چاک زد لباسشو. و عیسی از پیشگویی دانیال 7:13 درباره خودش استفاده کرد، که پیشگویی در دانیال باب 7 آیه 13 اگه بخونیم، راجب همین که میگه پسر انسان خواهد آمد، من میخونم باب 7 دانیال آیه 13، میگه و در رویای شب نگریستم. دانیال میگه حدودا 586 قبل از میلاد، حدودا 500 خورده ای قبل از مسیح این پیشگویی رو میکنه. میگه و در رویای شب نگریستم و اینک مثل پسر انسان با ابرهای آسمان آمد. این توی رویای خودش دید که مثل پسر انسان، یعنی عیسی مسیح، با ابرهای آسمان آمد. عیسی مسیح هم دقیقاً همینو گفت، پسر انسان را خواهید دید که بر ابر با جلال و قدرت خواهد آمد. دانیال میگه که
مثل پسر انسان با عرفهای آسمان آمد و نزد قدیم الایام رسید و او را به حضور وی آوردند و سلطنت و جلال و ملکوت به او داده شد تا جمیع قومها و امتها و زبانها او را خدمت نمایند. سلطنت او سلطنت جاودانی و بی زوال است و ملکوت او زایل نخواهد شد. سلطنت عیسی مسیح میاد که سلطنت کنه. تا کی؟ سلطنت او سلطنت جاودانی و بی زوال است. همه سلطنت انسان ها میان یه 10 سال 20 سال خدمت میکنند، 30 سال بعضی ها مثل خامنه ای عذاب میدند ایرانیان رو، حالا نمیدونم چند سالشه، سرطان گرفته هنوز نمیخواد بمیره، این همه سلطنت میکنه ولی آخرش همشون خواهند مرد. هر چقدر حکومت ظالمانه باشه یه روزی به انتها خواهد رسید، بهتون قول میدم، نگران نباشید. ولی کتاب مقدس میگه سلطنت او سلطنت جاودانی و بی زوال است، یعنی زوال یعنی انتها ناپذیره. و عیسی مسیح که میاد عدالت و انصاف را خواهد آورد. کتاب مقدس میگه با عدالت، با انصاف، با فیض، با صلح و آرامش، با سلامتی که تا آماده است، میگه عیسی مسیح تا ابدالآباد حکومت خواهد کرد. کسی نمیتونه به کسی ظلم کنه، بی انصاف باشه، بی عدل باشه. عیسی مسیح که تا آماده است میگه با عصای آهنین حکومت خواهد کرد. عصای آهنین یعنی اگه کسی بخواد ظلم کنه همونجا میزنه سرش. کسی نمیتونه ظلم کنه به دیگری، کسی نمیتونه کلاهبرداری کنه، کسی نمیتونه حق دیگران رو بخوره. آزادی کامل و سلطنت عیسی مسیح ابدی خواهد بود. که عیسی مسیح از این پیشگوی دانیال استفاده کرد، به یهودیا گفت و فریسیا سری و صدوقیان رئیس کهنه عصبانی شد، گفت کف باید بکشید. و به دلیل ادعای عیسی مسیح از پسر خدا بودن و بازگشت با جلال، یهودیان آب دهان به صورت عیسی انداخته او را سیلی زدند و انداختند در وسطشون، چشاشو بستند، گفتند که نبوت کن، کی تو را زده است؟ در متی باب 26 میخونم در آیه 66 تا آخر میگه چه مصلحت میبینید؟ ایشان در جواب گفتند مستوجب قتل است. آنگاه آب دهان بر رویش انداخته او را سیلی میزدند و بعضی سیلی زده میگفتند ای مسیح به ما نبوت کن، کیست که تو را زده است؟ یهودی های بازی داشتند که یه دایره میکشیدند و دور دایره جمع میشدن مردم و وسط اون دایره یه نفر رو مینداختند، چشاش رو میبستند و میگفتند بگو کی تو رو زد؟ و ما با چوب و اینا با سیلی میزدن، میگفتن که حدس بزن کی زد تو رو. اینجوری میومدن یه نفر بازیچه قرار میدادند، این بازی میزدنش، مسخرش میکردن که عیسی مسیح رو اون بازیه برای عیسی مسیح انجام دادن، انداختن وسطشون کیو؟ خالق خودشون رو، کسی که روی صلیب براشون مرد، کسی که ظلم نکرد، کسی که محبت کرد، انداختن وسط، سیلی زدم صورت عیسی مسیح، نبوت کن، تو که ادعا میکنی پسر خدا هستی، بگو کی تو رو زد؟ سیلی زدم به صورتش. کتاب مقدس می آب دهان، یعنی توف انداختن صورت عیسی مسیح، به کی؟ به خالق خودشون، به خدای خودشون، به صورتش توف کردن. این خدای ما بود که دشنام نداد و محبت کرد. و در آخر میخوایم درس کاربردی یاد بگیریم. چه درسی میتونیم از این متنی که راجب ظلم و ستمی که نسبت به عیسی انجام شد که عدالت و انصاف رعایت نشد، چه درسی میتونیم یاد بگیریم؟ درس اینه که باید عدالت و انصاف در زندگی ما باشه. دوستان، ما مسیحی ها گرچه در زمانی که مسیحی نبودیم، آره ظلم و ستم در زندگی ما یه گهگاهی میبود، ما بدی میکردیم، دشنام میدادیم، کسی به ما اذیت میکرد اذیتش میکردیم، کسی به ما فش میداد فش پس میدادیم. ولی به عنوان مسیحی چی کار باید بکنیم؟ باید انصاف داشته باشیم، فیض، یعنی باید صبور باشیم، کمک کنیم به دیگران که بتونن محبت خدا را از ما یاد بگیرند و بتونن به سوی عیسی مسیح کشیده بشن. اولین درسی که یاد میگیریم اینه که طریق عدالت و انصاف را از خدا باید یاد گرفت. شاید بپرسید عدالت انصاف چی هستش؟ طریق عدالت انصاف را باید از خدا یاد گرفت. اشعیا باب 58 آیه 2 که من خدمتتون میخونم، اشعیا باب 58 و آیه 2 که تا آماده است راجب عدالت انصاف سخن گفته، میگه و ایشان هر روز مرا میطلبند و از دانستن طریق های من مسرور میباشند
مثل امتی که عدالت را به جا آورده حکم خدای خود را ترک ننمودند، احکام عدالت را از من سوال نموده، از تقرب جستن به خدا مسرور میشوند. خدا میگه احکام عدالت را از من سوال نموده، یعنی از من میپرسن که عدالت یعنی چی، و میگه با احکام من به من تقرب میجویند. پس عدالت و انصاف باید از خداوند یاد بگیریم. ما نمیتونیم بریم بیرون از مردم بپرسیم که عدالت یعنی چی، انصاف یعنی چی، به من تعریف کن، تعریف عدالت رو به من بکن. نه، باید کتاب مقدس رو بخونیم و ببینیم عدالت به چه معناست، طبق کلام خداوند چجوری ما میتونیم عادل باشیم و انصاف داشته باشیم. پس باید از خداوند یاد بگیریم. طریقهای عدالت و انصاف در کتاب مقدس اومده. یه نمونش اینه که محبت کردن به مردم بدون ظاهربینی و تبعیض، یعنی بدون اینکه نگاه کنیم اوکی این ایرانیه یا اون یکی چینیه، اوکی باید به ایرانی محبت کنم و چینیو باید بگم آدم بدیه، این نمیدونم سگ میخوره، نجسه. نه، این محبت نیست. باید بدون ظاهربینی به دیگران، به همه مردم نبوت کنیم. یعقوب باب 2 آیه 8 تا 9 میخونیم که راجب همین کتاب مقدس سخن گفته. یعقوب باب 2 آیه 8 و 9 من میخونم خدمتون. اگه کتاب مقدس دارید لطفا خودتونم باز کنید و یعقوب باب 2 رو بخونیم. باب 2 یعقوب آیه 8 و 9 میگه اما اگر آن شریعت ملوکانه را بر حسب کتاب به جا آورید، یعنی همسایه خود را مثل نفس خود محبت نما، نیکو میکنید. این شریعت ملوکانه یا شریعت پادشاهیه. چیه شریعت پادشاهی؟ یعنی همسایه خود را، یعنی دیگران را مثل نفس خود، یعنی مثل خودتون محبت نمایید. اگر این کار را بکنید نیکو، یعنی عادلانه است. لکن اگر ظاهر بینی کنید گناه میکنید. اگر ظاهر بینی کنید یعنی اگه تبعیض قائل بشید به دیگران، بگید که این سیاه، من سیاه رو دوست ندارم، من سفیدا رو محبت میکنم، نه، یا این یکی ایرانی نیست، نه، باید همه رو محبت کنیم. لکن اگر ظاهر بینی کنید گناه میکنید و شریعت شما را به خطاکاری ملزم میسازد. اگه نگاه کنید بگید که این شخص مسیحی نیست، من نمیتونم بهش کمک کنم. میگه ظاهربینی میکنید و گناه میکنید و شریعت شما رو خطاکار ملزم میکنه، یعنی خطاکار هستید، گناهکار هستید. پس اولین چیزی که یاد میگیریم که عدالت و انصاف طبق کتاب مقدس چیه؟ یعنی محبت کردن به مردم بدون ظاهربینی و تبعیض. و دومین، عدالت و انصاف طبق کتاب مقدس رسیدگی و حمایت از نیازمندانه. حمایت از نیازمندان. کسی رو میبینید که نیازمنده، ذلیله، ناتوانه، پول نداره که چیزی بخره، میرید کمکش میکنید، شما دارید میرید کمکش میکنید. یا میبینید که یه چیزی باید بنویسه به دولت، یه چیزی ارائه بده، بلد نیست بنویسه، شما بلدید، باید چیکار کنید؟ باید بهش کمک کنید. اشعیا باب 1 آیه 17 من میخونم خدمتون. اشعیا باب 1 آیه 17 در این مکانی که هستیم باد میزنه و واقعا اذیت میکنه منو، من نمیتونم چجوری این کتاب مقدس رو نمیدونم چجوری باز کنم. ای ورقا رو میزنه اینور اونور میکنه. اشعیا باب 1 آیه 17 میگه نیکوکاری را بیاموزید و انصاف را بطلبید. خداوند میگه، میگه نیکوکاری را بیاموزید، یعنی باید بیاموزید، یعنی باید یاد بگیرید. نیکوکاری شاید بعضی از ما فکر میکنیم که فلان کارو بکنیم نیکوکاریه، و نه، باید ببینیم خداوند چی میگه، عدالت خدا چی هستش. میگه نیکوکاری را بیاموزید و انصاف را بطلبید، مظلومان را رهایی دهید. میگه این انصاف و عدالت، مظلومان را رهایی دهید. رهایی یعنی خلاص، یعنی آزادش کنید. کسی که مظلوم، ظلم دیده از سوی یه شخصی، برید آزادش کنید، رهایی دهید. یتیمان را دادرسی کنید. یتیمان، بی پدران را که پدر ندارند، سرپرست ندارند، دادرسی کنید، یعنی به دادشون برسید. بیوه زنان را حمایت نمایید. بیوه زن سرپرست نداره، شوهر نداره، باید کمک کنید، دادرسی کنید. این عدالت و انصاف خداست. و بعد ترک کردن خشم و غضب. باید عصبانیت رو بذاریم کنار. به عنوان یه مسیحی باید بذاریم کنار عصبانیت رو. مزامیر 37 آیه 8 کتاب مقدس میگه
از غضب برکنار شو و خشم را ترک کن. خود را مشوش مساز که البته باعث گناه خواهد شد. البته باعث گناه خواهد شد. اگه خشم و غضب داشته باشی، اگه مشوش یعنی نگران باشی، آشفته باشی برای یه چیزی، انگار گناه بکنی. پس غضب و خشم رو ترک کن، بذار کنار. این عدالته. یعنی ما به عنوان یه مسیحی باید مثل عیسی مسیح که دشنام نمیداد، باید دشنام ندیم، عصبانی نشیم مثل عیسی مسیح، محبت کنیم. و آخرینش بدی نکردن به بدکارانه. کسایی که به ما بدی میکنند نباید بدی کنیم. این نفس ما میگه آره تو باید بری انتقام بگیری، باید حق تو بگیری. ولی کتاب آماده است در رومیان باب 12 آیه 17 تا 21 که من میخونم خدمتون. رومیان 12 آیه 17 تا 21 میگه هیچ کس را به عوض بدی بدی مرسانید، پیش جمعی مردم تدارک کارهای نیکو بکنید. تدارک ببین یعنی آماده باشید که بتونید نیکویی کنید به دیگران. اگر ممکن است به قدر قوه خود با جمعی خلق به صلح بکوشید. ای محبوبان انتقام خود را مکشید، انتقام نگیرید، یعنی بلکه خشم را مهلت دهید، مهلت بدید به خشم. یعنی وایستید یه خورده به خودتون فکر کنید چرا باید عصبانی بشید، مهلت بدید به خشم. انتقام خود را مکشید، زیرا مکتوب است خداوند میگوید که انتقام از آن من است، من جزا خواهم داد. انتقام از آن من است، من باید انتقام بگیرم، من باید داوری کنم. شما داوری نکنید، شما انتقام نگیرید. عیسی مسیح میگه موقعی که بهش دشنام میدادن دشنام پس نمیداد، ولی خود را به آن داور عادل میسپرد. یعنی باید موقعی که کسی بدی میکنه باید بسپاریم به خداوند، بگیم خداوند این شخص به من فلان ظلمو کرده، فلان خیانت کرد، میسپارم به تو خداوند، خودت باهاش برخورد کن. این چیزیه که کتاب مقدس میگه. میگه که پس اگر دشمن تو گرسنه باشد او را سیر کن، اگر تشنه است سیرابش نما، زیرا اگر چنین کنی اخگرهای آتش بر سرش خواهی انباشت. مغلوب بدی مشو، بلکه بدی را به نیکویی مغلوب ساز. آمین. مغلوب بدی مشو، بلکه بدی را به نیکویی مغلوب ساز. بدی رو باید مغلوبش کنی. چجوری؟ به بدی و انتقام نه، به نیکویی مغلوبش کن. و کتاب مقدس میگه ما باید به فرزندان خودمون عدالت و انصاف را تعلیم بدیم. عدالت و انصاف را باید تعلیم بدیم به فرزندان خودمون، بگیم که راه های خداوند چیه به فرزندان خودمون. کتاب مقدس میگه ابراهیم به فرزندان خودش عدالت و انصاف را یاد داد، تعلیم داد، که اونا یاد گرفتند، راه های خدا را یاد گرفتند. و پادشاهان باید با عدالت و انصاف بر مردم حکومت کنند، ولی متاسفانه اکثر پادشاه ها رهبران ظلم می کنند به مردم، ظلم می کنند واقعا. ولی خداوند میاد، برای همین خداوند خودش میاد. کتاب مقدس می همه سلطنت زمینی، همه سلطنت انسانی را نابود خواهد کرد عیسی مسیح، و سلطنت خودش رو برپا خواهد کرد که تا ابدالآباد خودش سلطنت کنه، که دیگه ظلم نباشه در زمین، که عدالت خودش رو بیاره. و در آخر می خواهیم ببینیم چه وعده‌ای خداوند به کسانی که عدالت رو و انصاف رو نگاه می‌دارن داده است. چه وعده‌ای خداوند داده؟ اگه عدالت و انصاف داشته باشیم توی زندگی چه سودی برای ما داره؟ چه نفعی داره؟ اولین سودش اینه که آنها خوشحال و مبارک خواهند بود. یعنی کسایی که عدالت و انصاف دارند خوشحال و مبارک خواهند بود. اینو در مزامیر باب 106 آیه 3 می‌خونیم. در آخر سریع کارمون تمومه، موعظه تموم شده، فقط سریع می‌خوام اینا رو بخونم و ببندیم. مزامیر 106 آیه 3 کتاب مقدس فرموده میگه خوشا به حال آنانی که انصاف را نگاه دارند و آنکه عدالت را در همه وقت به عمل آورد. این خوشا به حال آنها، خوشا به حال یعنی خوشحال خواهند بود، مبارک خواهند بود کسایی که عدالت و انصاف را نگاه می‌دارند. یعنی کسایی که بدی می‌کنند انتقام نمی‌گیرند، انصاف دارند، محبت می‌کنند، دست یتیمان، بیوه زنان را میگیرند، دادرسی میکنند، نیکویی میکنند. و دومین وعده خدا اینه که آنها رؤوف و بخشنده خواهند بود. آنها رؤوف یعنی مهربان و بخشنده خواهند بود. مزامیر 112 آیه 5 میگه فرخنده است شخصی که رؤوف و قرض دهنده باشد.
او کارهای خود را به انصاف استوار می دارد. کسایی که کارهاشو به انصاف استوار می کنند میگه فرخنده است. فرخنده یعنی مبارک، که رؤوف و قرض دهنده است. رؤوف یعنی مهربان و قرض میده، یعنی میبخشه به دیگران، خوبی میکنه. و سومین وعده خداوند برای کسایی که عدالت و انصاف دارن اینه که آنها با صلح و سلامتی زندگی خواهند کرد. صلح و سلامتی توی زندگیشون خواهد بود، یعنی آرامش مطلق خواهد بود توی زندگیشون، وجدانشون پاک خواهد بود. در تثنیه باب 16 اینو میخونیم و آیه 19 تا 20. تثنیه باب 16 آیه 19 تا 20 میگه داوری را منحرف مساز و طرفداری منما و رشوه مگیر، زیرا که رشوه چشمان حکما را کور می سازد و سخنان عادلان را کج می نماید. انصاف کامل را پیروی نما تا زنده مانی و زمین را که یهوه خدایت به تو می دهد مالک شوی. انصاف کامل را پیروی نما. اگه این کار را بکنی میگه به صلح و سلامتی آرامش خواهی داشت توی زندگیت. و چهارمین چیز، آنها فهیم خواهند بود. فهیم یعنی کلام خدا رو میتونن بفهمن، میتونن حکمت داشته باشن توی زندگیشون. و پنجمین چیز، کسایی که عدالت انصاف دارن از ظلم ستم دور خواهند بود. از ظلم ستم دور خواهند بود، این خداوند دورشون یه حصار خواهد کشید که بتونن همیشه در آرامش زندگی کنن، ظلم ستم از سوی دیگران نبینند. و آخرین چیز در آخر، آنها خدا را خوشنود خواهند کرد. خداوند از شخصی که عدالت انصاف را رعایت میکنه خوشحال و خوشنود خواهد شد. امثال 21 آیه 3 و با این آیه خاتمه بدیم. امثال 21 آیه 3 این عدالت و انصاف را به جا آوردن نزد خداوند از قربانی ها پسندیده تر است. عدالت انصاف را به جا آوردن از چه چیزی پسنده تره، بهتره، نیکوتره؟ از قربانی ها. قربانی یعنی پرستش. در عهد عتیق قربانی انجام می دادن و خدا را پرستش می کردن. یعنی بیش از این که بیان شما کلیسا خدا را پرستش کنید، بهتر از اون اینه که عدالت انصاف توی زندگیتون باشه. اینو خداوند از ما می خواد. و در خاتمه عزیزان، عیسی مسیح با قدرت و جلال خودش برای داوری خواهد آمد تا آنانی که به مردم ظلم و ستم می کنند خداوند خودش داوری کنه. با عدالت انصاف عیسی مسیح داوری خواهد کرد و ما مسیحیان فرمان داده شده به ما که عدالت انصاف را رعایت کنیم توی زندگیمون. آیا عدالت انصاف توی زندگیتون هست؟ آیا فکر می کنید که انصاف دارید توی زندگیتون؟ کسایی که به شما بدی میکنن، آیا بدی میکنید یا بدی را به نیکویی مغلوب میکنید؟ دعا میکنم که امروز تصمیم بگیرید توی اون نگرشتون، دیدگاهتون که نسبت به کسایی که به شما بدی میکنند حساب کنید، به فکرتون بیارید چند نفر هستش توی زندگیتون که به شما بدی کردن، به شما خیانت کردن. یادتون بندازید اون اسم اون شخص رو بیارید به ذهنتون، کیا هستن که به شما توهین کردن، خیانت کردن، به شما بدی کردن. به ذهنتون بیارید، اسمش رو بیارید. یه نفر، دو نفر، سه نفر، پنج نفر. ببینید آیا میتونید ببخشید؟ میتونید امروز تصمیم بگیرید که توی دلتون کینه رو از دلتون پاک کنید، بگید خداوندا عیسی مسیح موقعی که دشمنان بهش دادن سیلی زدن، توف انداختن روش، این همه بدی، اگه من بودم چکار میکردم؟ اگه کسی رو صورتم توف مینداخت، سیلی میزد به صورتم، چکار میکردم؟ احتمالا بعضیا بودن توی زندگیمون که انقدر بدی نکردن که به عیسی مسیح بدی کردن، توف انداختن به صورت خداوندشون، سیلی زدن. آیا میتونید امروز ببخشید؟ توی دلتون بگید خداوندا من این شخصو، یه نفر، دو نفر یا صد نفر هستش، میبخشم امروز و میخوام بدی که به من کرده با نیکویی مغلوبش کنم، برم نیکویی کنم تا خداوند از من خوشنود بشه. چون همین الان خوندم میگه عدالت و انصاف را به جا آوردن از قربانی ها پسندیده‌تر است. پسندیده یعنی از پرستش پسندیده‌تر. اینه که عدالت و انصاف توی زندگیتون باشه، محبت کنید، نیکویی کنید. اوکی، پس بیایید بلند شیم، دعا کنیم و خاتمه بدیم.
خداوند میایم به حضورت در نام عیسی مسیح. خداوند ازت رحمت میطلبیم، از تو فیض میخوایم امروز که خداوند به ما کمک کنی که اون اشخاصی که به ما بدی کردند، خیانت کردند، ظلم و ستم نسبت به ما انجام دادن، خداوند کمک کن که بتونیم ببخشیم و بدی ایشون را خداوند بتونیم با نیکویی مغلوب کنیم. ای پدر به ما روح القدس تو خداوند بریز جاری کن توی دلهای ما تا بتونیم با کمک تو خداوند، چون نفس ما اون ذات گناه‌آلود ما اینو نمیخواد، شیطان نمیخواد که ما بتونیم نیکویی کنیم و ببخشیم. شیطان فقط میخواد ما رو مدعی کنه نسبت به برادران، چون شیطان مدعی برادرانه که خداوند میاد از ما استفاده کنه که پشترشون حرف بزنیم، پشترشون خداوند حرفای بد بزنیم، غیبت کنیم و بخوایم نابود کنیم، تخریب کنیم اون اشخاصی که به ما بدی کردن. ما رو ببخش و کمک کن بتونیم با روح تو پر بشیم و بریم اون اشخاصی که به ما بدی کردن خداوند نیکویی کنیم تا بتونیم بدی رو مغلوب کنیم، بدی رو از دل خودمون دور کنیم. ای پدر چیزی هستش که خداوند تو از ما میخوای و از ما میخوای که عدالت و انصاف رو داشته باشیم که از پرستش نیکوتر و پسندیده‌تر هستش خداوند در حضور تو. خداوند ما رو ببخش و ما رو توانا کن که از این به بعد عدالت و انصاف رو توی زندگیمون داشته باشیم در نام عیسی مسیح، آمین.